دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی دو جلسه قبل با توابع زوج و فرد و تعبیر هندسیشون آشنا شدیم. همونطوری که من اینجا نوشتم دیدیم که توابع زوج دو تا شرط دارن، یکی اینکه دامنشون متقارنه، دوما f منفی xشون برابر با f x. و ما یه چیز دیگه هم در مورد توابع زوج یاد گرفتیم، اینکه نمودارشون نسبت به محور ایگرک ها قریب. در مورد توابع فرد هم یاد گرفتیم که توابع فرد دو تا شرط دارن، یکی اینکه دامنشون قرینه است و دوم اینکه f منفی x برابر با منفی f x. و یه چیز دیگه، یه مورد سومی هم در مورد توابع فرد یاد گرفتیم، اون تعبیر هندسیشون بود که دیدیم که نمودار یک توابع فرد نسبت به مبدا مختصات قرینه است. حالا می‌خوایم با همدیگه یه مثال حل بکنیم. فرض بکنید که توابع f x با ضابطه x به روی قدر مطلق x ضرب در x2 رو به ما دادن و از ما پرسیدن که این تابع زوج یا فرد. سوال اینه، برای اینکه ببینیم یک تابع زوج یا فرد، بعد دو تا چیز رو اول تست بکنیم. یک، اول تست بکنیم که آیا دامنش متقارنه، و دوم تست بکنیم که اگر ما منفی x بدیم f منفی x با f x چه رابطه‌ای داره. چون اگر f منفی x برابر با f x بود، اون موقع تابع زوجه. اگر f منفی x قرینه ی f x بود، تابع فرد. پس من اول میام یک دامنه رو چک میکنم. تست دامنه، اقدام اول من میگم که دامنه f تمام x هاست، تمام مجموعه اعداد حقیقیه، به غیر از x مساوی صفر. من اینو با این مجموعه نشون میدم. چرا x مساوی صفر نمیتونه، یعنی عضو دامنه این تابع نیست؟ چون f صفر برابر میشه با صفر به روی صفر ضرب در صفر. صفر به روی صفر ما اصلا نمیدونیم چیه، نمیتونیم تعیینش بکنیم. پس صفر عضو دامنه این تابع نیست، چون نمیتونه تابع خروجی از این صفر تولید بکنه. حالا میخوایم ببینیم آیا این دامنه متقارنه. من گفتم به نظرتون این دامنه متقارنه، گفتیم که یک دامنه اگه متقارن باشه روی محور x ها، ما اگه این دامنه رو رسم کنیم نسبت به نقطه صفر قرینه است. شما ممکنه به من بگید که بابا خیلی راحت ما میتونیم بگیم این دامنه متقارنه یا نه، تو چرا اینجوری میکنی؟ چرا انقدر ما رو اذیت میکنی؟ من فقط میخوام مطمئن بشم که این مفهوم جا افتاده برات. من میگم این دامنه اگه من روی محور x ها نشونش بدم، تمام محور x ها به غیر از x مساوی صفر، پس یه دامنه متقارنه، چون نسبت به نقطه صفر. پس تست اولمون این شد، نتیجهش این شد که دامنه متقارنه. بذارید من نتیجه رو با قرمز بنویسم. حالا تست دوم. تست ضابطه ضابطه f x و f منفی x. خب برای اینکه اینا حل بکنم چیکار میکنم؟ میام اول f x و f منفی x رو حساب کنم. بچه‌ها من برای اینکه کار خودم رو راحت بکنم میتونم بگم که من یه x رو در نظر میگیرم، این x بزرگتر از صفر، و من این x رو میدم به تابع و میخوام ببینم f xش چند. برای f xی که x-ش بزرگتر از صفره، ضابطه تابع به این صورت میشه: x به روی قدر مطلق x ضرب در x2. و چون x بزرگتر از صفره، قدر مطلقش با خودش برابره، پس ضابطه به این صورت ساده میشه و این کسر برابر 1. در نتیجه ضابطه تبدیل میشه به x به توان 2. پس برای x بزرگتر از صفر، f x برابر با x2 بود. حالا من میام قرینه این x رو به تابع میدم و میخوام ببینم خروجش چیه.
قرینه x یعنی منفی x و قرینه منفی و قرینه x که منفی x کوچکتر از صفر. حالا میخوام ببینم خروجی تابع به ازای این ورودی چیه. f منفی x برابر با منفی x به روی قدر مطلق منفی x ضرب در x. و چون منفی x کوچکتر از صفر، قدر مطلقش برابر با منفی خودشه. اینجا هم که صورت کترم و منفی x ضرب داره، ببخشید اینجا هم یه منفی x به توان دو بود، منفی x به توان دو. خب بچه این به این صورت میشه، منفی x به روی x ضرب داره x دو، که این کسر برابر میشه با منفی 1. پس کل ضابطه تبدیل میشه به منفی x. ببینید به اینجا دقت کنید، پس f منفی x شد منفی x2 که خود x2 برابر با f x، پس شد f منفی x شد قرینه f x. این چیزی که ما ثابت کردیم نتیجه میده که تابع f یک تابع فرد بود، چون تست اول نشون داد دامنش متقارنه، تست دوم نشون دادش که تست دوم نشون داد که f منفی x برابر با منفی f x، درسته؟ حالا من میخوام ببینم آیا اگه ما نمودار این تابع هم بکشیم، آیا این چیزی که ما به دست آوردیم که تابع f فرده رو تایید میکنه یا نه. من الان نمودار این تابع رو براتون میکشم و بچه‌ها یکی از سخت‌ترین کارهای این ویدیو هم بازم برای من اینه که این نمودار رو بکشم. به امیدی که به مرور من کلن خطم و نقاشیام تو این ویدیو بهتر بشه. خب ببینید دیدیم که اگر x بزرگتر از صفر باشه ضابطه تابع برابر x دو. ببخشید من یه لحظه تنظیمات اینو اشتباه کرده بودم، اینو الان پاک میکنم براتون درست میکشمش. من الان نمودار x دو رو براتون میکشم. این نمودار تابمون به ازای x های بزرگتر از صفر که x دو، و دیدیم به ازای x های کوچکتر از صفر منفی x دو، یعنی اینجوری میشه. آیا شما هم مثل من موافقید که این نمودار نسبت به مبدأ مختصات قرینه است؟ من که میگم اگر از مهارت‌های نقاشی من باز هم صرف نظر بکنید، بله قرینه است. پس ما هم ثابت کردیم این تابع یک تابع فرده، هم نشون دادیم که تعبیر هندسی یعنی اصلا نمودار این تابع هم حرف ما رو تایید میکنه. چرا؟ چون نمودار تابع نسبت به محور مختص نسبت به مبدأ مختصات قرینه است. خب بچه ها یک مثال هم از توابع زوج و فرد حل کردیم. مرسی که تو این جلسه با من بودید. جلسات بعد ما همچنان داستان تابع رو ادامه میدیم و من این مژده رو میدم که تقریبا بیشتر از نیمی از راه رو رفتیم، پس نیمه کمتر راه رو با من باشید. تو جلسه بعد میبینمتون. خداحافظ.